خیر همیهنان عزیز و ارجمندم، هنگام افشار هستم در برنامه رو در رو به همراه آقای امیر شهرتی، کارگردان فنی برنامه هشت بامداد. برنامه زنده هست به وقت محلی کالیفرنیا ایران 11:30 از ما جلو هستن، اروپا 9 ساعت به استثنای انگلیس که 8 ساعت. البته این زمانی است که همه ساعت ها همزمان در جهان تنظیم شده باشه. اما امروز برنامه رو میخوام اختصاص بدم به روز رویداد 8 مارس، به ویژه که در دالاس تگزاس برای اولین بار از طرف به عنوان حقوق بشری یک برنامه بسیار جالب در این ارتباط هست که بسیار به نظر من بدیع ابعادش توضیح خواهم داد. اما قبل از این به چند مورد خواهم پرداخت. نخست اینکه مقایسه رفتار انسان با انسان و بعد مقایسه رفتار حیوان با انسان. میدونید که این روزها در اخبار پیچیده که جمهوری اسلامی $5,000 در این جنگ چاقو و تیر که در اسرائیل هست بین فلسطینی های ساکن اسرائیل و یهودیان صاحب اسرائیل، هر دو در واقع صاحب فلسطین، هر دو مدعی هستن که سرزمین سرزمین آنهاست و این جنگ پایان ندارد مگر اینکه بشینند و منصفانه این مسئله رو حل کنند و حق در واقع فلسطینی ها داده بشه، حق اسرائیل ها که داده شده و گرفتن حق دیگران. اما این جریان به قدری به جای نقطه باری کشیده شده که جوانان فلسطینی، حتی نوجوانان، با چاقو به جان اسرائیلی ها در خیابان میفتن و بدون لحظه تفکر یا گرفت و اختلاف کردن موظف هستن که اون شخص رو بکشن، حتی اگر چاقو دستش باشه. حالا در هفته گذشته اتفاقی افتاد که یکی از پلیس های خود اسرائیل رو اشتباهی پلیس اسرائیل زد به دلیل این که خواست اون کسی که چاقو کشیده شده بود بزنه. حالا ما به این قضیه کاری نداریم، به اینجا قضیه کار داریم که جمهوری اسلامی گفته که هر فردی که در این ماجرا کشته بشه $5,000 بهش پول میدن به خانوادش. و چون اسرائیل اعلام کرده که برای جلوگیری از این آسیب عجیب اجتماعی و از این خشونت اجتماعی، هر فرد، هر کسی که چاقو کشی بکنه در خیابان، خانه رو ویران میشه، که ما این رو هم نفهمیدیم به چه دلیل باید اگر فرزندی از خانواده چاقو میکشه کل خانواده خونشون با خاک یکسان بشه. این هم از روش های اسرائیلی ها که دیر زمان پیشه کردن. جمهوری اسلامی گفته این خونه اگر خراب شه $3,000 بابت خونه میدیم. خب ما نگاه کنیم در داخل ایران چقدر فقیر هست، چقدر بیچاره هست. امروز من یک نمونه رو به شما نشون میدم که بعضی خانواده ها در ایران در داخل قبور، در قبرستان گود میکنن، سقف میذارن و در اونجا زندگی میکنن و این قبر که صاحبش پیدا میشه روز بعد یا یه هفته بعد، دو هفته بعد کسی میاد اینها باید خاک بکنن، اینها قبر به قبر میشن، خاک به خاک میشن، گور به گور میشن با چند تکه. یک بچه هست که این تصویر دردناک یک خانواده محروم محله امین آباد در منطقه 20 تهران در قبر ببینید این بچه داره اسباب گوهتر میکنن که یا دیده نشن یا که به هر حال در آرامش باشن، سخت درست میکنن خونه و اینها در قبرستان. ما وقتی که این نحوه این انسان ها رو داریم که اینقدر نیازمند هستن، آیا بجاست که بیان به کسی که در اسرائیل موضوع منازعه اسرائیل و فلسطین هرگز پایان نخواهد گرفت، که حداقل در زمان بنده و شما پایان نخواهد گرفت، ما برای اینکه برای اینها خونه بسازیم $30,000 به این خانواده رواسیه به خانواده فلسطینی
$5,000 که اگر یک بچه کشته بشه به اون بچه فلسطینی رو یا این بچه ها که در اثر سرما تلف میشن و میمیرن تو آغوش مادر، یا مادر در اثر بیشیری بیغذایی از بین میره. و بعد مقایسه کنیم این ناهنجاری رو با محبت حیوان به انسان. واقعا این کار وقتی که یک نفر رو توهین میکنن، یک نفر توهین میخواد بکنیم و این آقای دونالد ترامپ امریکایی، من تعجب میکنم هر وقت کسی رو به کاری میخواد تشبیه کنه میگه حیوان حیوان حیوان. زیباترین و پرمحبتترین موجود رو کره خاکیه. ببینید سگ صمیمیترین دوست انسانی. چطور ما اگر میخوایم به کسی توهین کنیم میگیم حیوان، به انسان که خطا میکنیم میگیم حیوان؟ کاش حیوان بود انسان. و بعد نگاه کنیم این دو منظره رو، حیوان این سگی که چگونه داره صاحبش رو هدایت میکنه به این سو و این سو میره، چقدر این سگ ها باعث نجات خانواده شدن. و بعد زنی که تنهاست، جامعه تردش کرده، با پنج سگش بر روی پچو، به قدر این حالت زیباست. اون مادرم، مادری که با پنج سگ نشسته و اصلا انگار نه انگار که در این دنیا غمی برای او هست، حتی اگر خانه به دوشه. این محبت حیوان با انسان واقعا شرم باید بیاد بر ما انسان ها که اینقدر نسبت به همه خودمون بیتوجهی میکنیم، طوری که بچه ها باید برن در قبرستان گود بکنن و پچو بندازن و قضا ببرن و از قضاهای دست سطل آشغال ها تقضیه بکنن. اینها بچه های بچه های ایران هستن و بس فرزندان خود اینها دیگه بخوان دستشویشون هم ببخشید از طلا ساخته شده، هر کدوم چند دایه دارن، هر کدوم اگر بخوان سفری بکنن باید چند خدمه و حشمه در اختیارشون باشه. و این عدم توازن حقوق در ایران دیگه به مرز جنون رسیده. یعنی در قرن 21 این حرکت دیوانگی دیوانه میکنه انسان رو. و بعد هستن در جامعه کسانی که در این ناتوانی انسانن. جمهوری اسلامی کوی که دستش بیاد به بیگانگان میگه همه افراد بشر یکسان هستن، ولی چراغی که به خانه رواز به مسجد حرامه. جمهوری اسلامی کارش وقتی نیک بود که اول به فقرهای خودش برسه. امریکا هم در سطح جهانی خیلی کمک میکنه، ولی اینجا به فقرهای خودش اول کمک میکنه. به هر حال یک سوشال سیکیوریتی، یک سازمان هایی هستن کمک میکنن، خونه هست، غذایی میدن، جایگرمی هست، هست هرچند که نابسامانی هم در اینجاست، ولی باید نخست به مردمان خودش انسان کمک کنه. اما هستن مردم مثل این نانوای، یک نانوا چقدر پول میسازه؟ یک نانوا که تمام مدت جلوی تنور داغ هست، صورتش میسوزه، دستش میسوزه، یک ریال یک ریال. این نانوای عزیز یک ساین زده. من یک بار دیگه هم از این نانوای گرانقدر تجلیل کردم که گفته نان میدیم فقط برای خانواده های نیازمند. نمیدونم آدرسش کجاست، آدرسی هم نمیدونم که، ولی هر کسی میداند نان بر سر سفره ببرید حتی بدون پول، فقط نیازمندان، فقط نیازمندان. و این نانوا داره جور بیتوجهی، بیثباتی و بیرحمی نظام جمهوری اسلامی رو میکنه. کسانی که اعتراض میکنن به این ناهنجاری های اجتماعی گرفته میشن، کشته میشن، در سلولهای زندان پوسیده میشن. و نمونش این مادران داغدار هست که همدیگر رو یافتن. فرزندان اینها فقط به خاطر اعتراض به همین ناهنجاری های اجتماعی بود. پولی که باید صرف بچه بشه که به جایی که در قبرستان در قبر بره برای خودش خانه بسازه، برای خود و خانوادهش یک سرپناهی داشته باشه، برای اینکه کشته نشن فرزندانشون، برای اینکه هر حقوق اجتماعی همه یکسان داده بشه. و این مادران عزیز که هفته گذشتم
نشان دادیم و اینها اخیراً همدیگر رو پیدا کردن. این خیلی جالبه که این مادران داغدار اگر یک پارچه می شدن در 36 سال اخیر باور کنید خیلی از این چیز که بر فرزندان ما رفت نمی رفت. اینها بزرگترین نیروی مقاومت در ایران هستند و نظام هیچ غلطی نمی تواند بکند، چون اینها بزرگتری سرمایه خودشونه که جگرگوشه هاشون باشه از دست دادن و جامعه هم پشت این ها، یعنی دیگه کنیم از این مادر ها دست داده بشه جامعه تقیان میکنه و خود این نظام هم میدونه خط قرمزش در کجا، خط قرمزش رو با مردم فهمیده، این باهوشتر از اون هاست، اونجایی که زور میگه هنوز به خط قرمز نرسیده. و این مادران ستم دیگر دادخواه که یک دیگر رو پیدا کردن، یک یادداشت زیبایی هست از خانم شوره پاکروان مادر ریحانه، نوشته بهار در راه است و بهاران همه زیر خاک و ما چند زن با درد مشترک درمان مشترک را یافته ایم، درمان دل خونین و جگر تک تک شده ایمان، داد خواهیست دادی که نمیدانیم کی از راه خواهد رسید، در زمان بیداد ما چند زن سر و شانه های هم گذاشته و در گوش هم نجوا میکنیم، آنچه در سر داریم آنچه در دل داریم شور و خروش که ریشش در دل خاک است، چه راست بود داستان عنصر چهارگانه طبیعت. و چه زیبا این نامه رو مادر ریحانه عزیز خانم پاک روان تکرار میکنه، ادامه میده و زیبا و خدمتون گفتم خانوم شهین مهینفر که بسیار در این فیسبوک و شبکه های اجتماعی فعال هست، همه جا هم هست، همه هم با او دست به دست میدن احترام میگذارن و ما میبینیم که بقیه مادران دارن به او میپیوندن و خود این زن و این مادران خود تبدیل به یک نیروی بسیار قوی در داخل ایران برای اعتراض و حداقل برای رساندن بله خانوم شهین مهینفر سیاه‌پوش هستند. هرگز این سیاه رو در نیاوردن برای امیر ارجمند که در سال 88 زیر ماشین گرفته شده توسط نیروهای امنیه، به دلیل اینکه از حیثیت دختران در خیابان حمایت میکرد و این مادران نازنین داغ دیده. اما در خارج از کشور هم دوستان تا اونجایی که بتوانند کم نمیگذارند، فعالان حقوق بشر تا اونجایی که بدوانم چه اونجایی که در حدشون باشه. و اتفاق جالبی که الان در دلاس تگزاس داره میفته، یک برگزاری 8 مارچ، میدونیم که 8 مارچ روز جهانی زنه، روزیست که در واقع یک حرکت سوسیالیستی، یک رویداد سوسیالیستی، یک رویداد کارگریست که این در از امریکا آغاز شد از اوایل قرن بیستم و از امریکا در واقع زنگش زده شد، تبلش زده شد، شخمش زده شد و بعد در آلمان و اروپا شرقی دنبال شد و این بر اساس 8 مارس در واقع در سال 1857 یعنی نیمه دوم قرن 19 کارگران زن نساجی نیویورک اعتراض کردند. شرایط کار بسیار بد بود، تهویه نبود، کار زیاد بود، اعتراض به حتی بیگاری کودکان، کودکان به کار کشیده شدن، بشر اونقدر زمان نیست که این مسائل تبوها رو شکسته و بد فرزندان اگر بچه زیر 18 سال اجازه نداره کار کنه، اگر کودکی به کار گرفته بشه صاحب کار جریمه میشه، به زندان میفته. اینها تمام در اثر تلاش این زنان بود و بعد این زنان رو ضرب و شتم کرد. 50 سال بعد یعنی در سال 1907 سالگرد 50 سال دوباره از طرف همین کارگران نساجی در نیویورک چی شد؟ جشن اعتراض، مورد اعتراض قرار گرفت. این بار این جنگ خونین بود، این مبارزه، چون هنوز موقعیت زنان، زنان کارگر تغییر نکرده بود، ساعت کارشون زیاد بود، شرایط کارشون بسیار سخت بود، اگر
میخواستن فرزند به فرزند بشن، کار رو از دست میدادن، با شکم پر باید سر کار میومدن و بسیار شرایط سخت. خب این اتفاق که افتاد زده خود پلیس کشت و کشتار بالا در این محل کارخانه آتش سوزی شد. حالا بعضی ها میگوین این آتش سوزی عمدی بود از طرف صاحب کارفرما که بخواد این زنها را خفه بکنه که اعتراض یعنی چی، شما باید مطیع باشین، اون کاری که جمهوری اسلامی امروز میکنه. چند دهه قبل در همین امریکا بود ولی مبارزات و آزادی مطبوعات بسیار مهم بود چون باستاب میداد این حرکت ها رو، اینی که حرکت های باستاب داده بشه و بعد این باستاب با اکثر عمل جامعه به وجود مبارزه بشه و بعد اکثر عمل جامعه در رأی انتخابات و در روش کار سیاست مداران تحصیل بگذاره بسیار مهم. ما در ایران آزادی مطبوعات نداریم، خود مطبوعات به زندان می افتن، در بند هستن. و بعد در سال 1908 این اتفاق افتاد، در سال 1909 در واقع دیگه این زنان آمریکا انقلاب کردن و بعد همزمان در اروپا در سال 1910 در کوپنهاگ، من خیلی مختصر اونها رو خدمتون میگم، 100 زن از 10 کشور جمع شدن به اعتراض که باید این شرایط کار در تمام جهان تغییر بکنه به نفع زنان، به نفع زنان کارگر. و شرایط بسیار سخت بود و بعد در سال 1911 باشه 1 میلیون زن در کشورهای مثل آلمان، دانمارک، هلند، سوئیس، سوئد و اینها مارچ کردن، رژه رفتن. حالا بگذاریم چه تعداد کشته و گرفته و پلیس با اینها درگیر شد و اینها، ولی اینها کار رو پیش بردن. اولین ببینید اولین رویداد مؤثر بعد از ماجرای کوپنهاگ که در سال 1910 توسط زنان بود و در همین سال از طرف کلورا دیتکن و لورا لوکسنبورگ رفیقش همرازمش آلمانی و اینها پیشنهاد کردن که این 8 مارس به عنوان یک روز تاریخی ثبت بشه و ثبت شد و الان بیش از یک قرنه که در تمام دنیا این روز رو گرامی می‌دارند. این روز تبدیل به روز عشق شده، این روز تبدیل به یک روز تاریخی شده. سازمان ملل در سال 1975 این روز رو یک روز تاریخی زن اعلام کرد و در 1999 یا 91، من بین این دوتا حالا تحقیق میکنم، به هر حال فرق نمیکنم، فکر کنم 99 بود، این روز رو به عنوان روز جهانی زن یونسکو، سازمان یونسکو انتخاب کرد و در این روزه که در بعض از کشورها تعطیل عمومی هست و یک روز عشق هست تبدیل به روز عشق شد و اون موضوعاتی که یک قرن پیش در اروپا و آمریکا بود الان موضوع نیست، ولی اینها هنوز در بنگلادش موضوعه، در ایران موضوعه، در کشورهای در خاورمیانه، در کشورهای جهان سوم، در افریقا هنوز اینها موضوعه. و برای همین زنان در داخل این کشورها الان داد برای قضایایی که یک قرن و اندی پیش در امریکا و اروپا جنگیدن و امروز به کمترین حقوق خودشون، به حتی اقل حقوق خودشون دست یافتن، امروز باید این مبارزه برای زنان آن سوی جهان بشه. و می‌بینیم که تلاش هایی هم در این راه هست. خب ما در یک همه چیز از یک مرکز کوچک شروع میشه. حلقه میگن بمب اتم برم از کشیدن چند خط بر روی تخته سیاه به وجود اومد، همه حرکت های سوسیالیستی، حرکت های بزرگ، همه انقلاب ها از داخل یک اتاق کوچک از بین چند جمع کوچک به وجود اومده و بعد وقتی حرفی برای گفتن بوده، وقتی موضوع قوی بوده، وقتی که فعالیت پشتگیر شده و حرکت یک بعد از یک مردم اونجا هست بودن، این حرکت گسترده شده و جهانی شده. حالا ما در این حرکت ما به شهر کوچک، کنچون کوچک هم نیست، تگزاس، ایالت تگزاس،
بعد از اون ایالتی یخی بزرگترین ایالت هست در امریکا و خیلی ایالت بزرگی هست، بزرگترین ایالت امریکا هستش. و در دالاس تعدادی از خانوم ها 18-19 خانوم مبارد، اینها امسال دارن یک طرح بسیار زیبا راجع به 8 مارچ ارائه میدن و این نمایشنامه از زنان بزرگی که در سطح جهان حرکت های انسانی انجام دادن. من برنامه این روز رو میخوام به این اختصاص بدم. خدمت شما بگم که این خانم ها در دالاس خوب مدتی هستش که هستن و من اسمشون هم بعضی هم دوستان خوب من هستن و من خیلی خوشحال شدم که امسال یعنی هفته آینده یکشنبه آینده این فلایر رو عزیزم نشون بدید، من راجع به این فلایر صحبت کنم، بعد برم راجع به شخصیت هایی که این خانم ها قرار هر کدوم در نمایشنامه رول یک نفر رو بازی کنن. این International Women's Day که 8 مارچ هست، هفته آینده چون 8 مارچ این یک شنبه 6 مارچ 2016 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر خواهد بود در دبل توری هتل در دالاس تگزاس، همه میدانن در کجاست، مغازه 1981 نورث سنترال اکسپرس وی ریچاردسون تگزاس 75-80. دو اسپیکر خواهند داشت، دو برنامه گذار، یکی خانم میوزی هستن که موزیک اجرا میکنن، خانم کیلیا پینتون. شیرین بدیعی عزیزم دوستم امروز بیوگرافی اینها رو تمام اینها رو شیرین عزیزم مطالبی که در اونجا قراره به صورت نمایشنامه بیاد برای من فرستادن. اما این خانم بله خانم کیمیا پینتون که قراره در اونجا ساز بزنن و هنرنمایی بفرماین روانشناس هستن، تحصیلات دانشگاه خودشون در انگلستان در رشته موسیقی ادامه دارن، نوازنده ویولون گیتار هستن و ایشان ترانه سرایی آهنگسازی میکنن، میخونن، صدای بسیار دلنشینی دارن و مهمان افتخاری برنامه هفته آینده زنان مبارز آزادی در دالاس تگزاس هستند. خانم کیمیا پینتون در نوشته قطعات موسیقی گفتن 3 سبک جاز و پاپ و موسیقی خاورمیانه از خاورمیانه الهام گرفتن و با ترکیب مناسب موفق شدن که آثاری رو خلق کنن و ایشون طور موسیقی خودشون رو تنظیم میکنن که با رشته روانشناسی خودشون بتونه حامی پیام آرامش روان باشه و انگیزه سازی باشه برای زندگی و تمام وقت خودشون این بانوی جوان به این کار گذاشتن. از طرف سازمان های مختلف امریکایی و اروپایی ایشون دعوت شدن، حالا با استقبال روبرو شدن و بکسای یک آلبومی هم دادن. ببینید ما این نسل جوان ما در خارج از کشور واقعا گل کاشته در هر زمینه. یکی هم همین بانون هست، خانم کیمیا پینتون که یک شنبه آینده در دبل تری هتل برنامه خواهد داشت به مناسبت 8 مارچ. و بعد خانم سخنگوی که این بچه ها دعوت کردن، خیلی جالبه که این برنامه به زبان انگلیسی و فارسیه، این خودش ابتکاریست که هموقت دوستان امریکایی هم جذب بشوند و به این محفل بیاین. خانم ولیرید هست که در صفحه تلویزیون میدونی سخنگو خواهد بود، از فعالین صلح حقوق بشر در تگزاس و واقعا در اینجا که میگن یک ایالت جمهوری خواه و مردم دستراسی هستن، ولی نه، خیلی از فعالین حقوق بشر در اینجا هستن و مقابل خیلی از قوانین تند تدوین شده دست راستی ها نیستن. ایشون یک سابقه داره در 2000
از سال 2000 در سازمان پیس سنتر دالاس تا به حال به عنوان معاون اول این سازمان، یک سازمان بسیار مشهوری هست، پیس دالاس پیس سنتر، مرکز صلح دالاس که ایشون معاون هست در اونجا، و ایشون از اعضاب و سازماندهنده های راهپیمایی بوده علیه کمپانیهای نفتی زیر مجموعه اعتراض به آلوده کردن محیط زیست. میدونیم که دالاس یکی دیگه یک از مراکز نفتخیز آمریکا هست. و بعد از جمله اقدامات بزرگ ایشون فعالیت برای دعوت از رهبران فعالین زنان جنگ زده کنیا، افغانستان، بوسنیا، و در واقع موفق شد که در اسنیو که دانشگاه معروفی در دالاس هست یک برنامه منسجم و اعتراضی به جنگ نسبت به جنگ در این دانشگاه برقرار کنه که 700 نفر شرکت کردن. این خانم سابقه بسیار درخشان داره، جوایزی گرفته، حرکت های انسانی میکنه و هفته آینده در این سمینار یا همایش زنان دالاس، زنان ایرانی دالاس سخنرانی خواهد کرد. اما موضوعی که جالبه یک نمایشنامه هست که این دختران هر کدوم نقش یک کدوم از این هنرمندان رو باز از این فعالین حقوق بشر رو باز ایفا میکنن. سه زن هستن، سه ایران خارجی هستن، سه زن. من بگم این دوز بانی ایرانی، یکی اول بانوان ایرانی رو خدمتون معرفی کنم که یک خانوم نسرین ستوده هست، یعنی نسرین ستوده لنگرودی که میدونید وکیلی هست، سالها در زندان بوده و صاحب چند فرزنده و حتی به عنوان اینکه وکیل خانم شیرین عبادی بود از اون میخواستن که از وکالت او دست برداره. جالب این مدت خانم شیرین عبادی وکالت ایشون میده، ایشون وکالت جاشون در زندانه. مثل حقوق بشری هر کسی کار خوب میکنه دانشگاه در زندانه، حقوق بشر مرکزشون در زندانه. هر کدوم آدم حقوق خوب رو میخوان سراخ کنه بریم در همین زندان های ایران، البته به غیر از استثناء اونهایی که دچار جرم شدن، جنایت شدن و چپاول شدن، ولی خب ثروتمندان و چپاولگران و بیرونن کمتر، اگرم در زندان باشن یه جورای اتاقهای دلوکس به اونها میدهن. خانم پس در این نمایشنامه هفته آینده دوره هر نقش پنج دقیقه یک کدوم از همین 17 نفر بچه هایی که خانم هایی که این جلسه رو برقرار کردن، این همایش رو، این گرد همایی رو 5 دقیقه در نقش یکنیم از این بانوان بزرگ ظاهر خواهد شدید که خانوم نسیم ستوده و خانوم روشنک نوردوز. خانوم روشنک نوردوزن که میدوند از مشروطه یک عکس دست جمعی گذاشتن که اینها دیگه از نخستین ها بودن که مشروعات میدادن، مدارس دایر میکردن و اینها قبل از والا رضا شاه بود. حتی در اصلا میگوین ایشون اولین شاید بانو روزنامه‌نگار بوده، مدارسی تأسیس میکردن برای فرزندان برای کشف حجاب خودشون، رفع حجاب، البته کشف رفع حجاب خودشون میکوشیدن. و پس یکی هم در نقش این بانو خواهد بود 5 دقیقه. اما آنچه که برای من جالب بود که این زنان حقوق بشری در دالاس دارن انجام میدن، انتخاب چند زن بود از کشورهای دیگر و خود من خیلی دوست دارم برم ببینم چگونه نقش این زنان رو در این نمایشنامه رو بازی میکنن. بهتره که شما حداقل با این نقش و با این زنها چند دقیقه آشنا بشید. یکی خانم هدا شعراوی بود، شعراویش هدا شعراوی، این خانم اهل مصر هست، اهل مصر هست. باز من بر اساس اینا رو هر کدوم باید یک جلسه کامل شد بهشون اختصاص داد، چون در تغییر تحولات اجتماعی نقش اساسی داشتن. این خانم هدا در واقع در سال 1947 از فوت کرد، 1879 متولد شد، از پیشگامان جنبش حقوق بشر در مصر و بنیانگذار اتحاد فمینیستی مصر بود. همین خانم هدا با نام
نورالهده سلطان در ژوئیه 1879 در یک خانواده بسیار ثروتمند. ببینید همه چی داشت، همه کار میتونست بکنه، ولی برای زنان مملکتش جنگی. در خانواده بسیار ثروتمند مصری زاده شد خانم هدا، نورالهدا سلطان، و به سه زبان ترکی، فرانسه و عربی تسلط داشت، آموخته بود سه زبان رو. خانم نورالهدا در کودکی با سیده خدیجه مغربی که اون هم یک زن شاعر بود آشنا شد و از او بسیار تاثیر گرفت، از اشعار او، و گفت وقتی میبینم که زنان ما به علت عدم استعداد جلوی مردها میلرزن و برای چند کلمه چند جمله پشت هم به چته پته میفتن، من تصمیم گرفتم باسواد بشم، به ویژه تحت تاثیر شجاعت این شاعر عرب خدیجه مغربی قرار بگیرم و بعد خودم بتونم شعر بگویم. و خانم هدا شعراوی در سال 1919، یعنی درست یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، فعالیت رو برای حقوق زنان در مصر آغاز کرد و رهبری کرد. ما امروز ببینیم بعد اخوان مسلمان میخواد چه بکنه و اون موقع این زن چه کرد. بعضی از کشورها عقب رفتن، یکی ایران، یکی مصر، اینا زنانش آزاده بودن، پادشاه بودن، فرمانده لشکر بودن، حرکت های اجتماعی رو بنیان نهاده بودن، ولی این کیاس و انتاکیاس خاصیت طبیعت نیست که در این کشورهای عربی، همش هم به خاطر همین تسلط اسلام بر زندگی مرد. خب این خانم خدمتتون بگم از کار جالبی که کرده خانم هدا، با انتشار نشریه مرتبط با مسائل زنان اتحادیه فمینیستی مصر رو بنیان کرد و خیلی سخنرانی کرد، سخنرانی های متعدد، همه جا میرفت، زیر زمینی، آرام، آزاد، شما ببینید. و بعد حجاب خودش رو یک بار در یکی از کنفرانساش در سال 1923، شما ببینید چقدر تازه ما 1920 در امریکا زنان حق رأی گرفتن، این در یک از یک کنفرانسش باز میگشت حق رأی برای زنان، در بازگشت از کنفرانس حق رأی برای زنان در روم رفت اونجا حرکت نمادین رو دید و اومد و حجاب خودش رو به نشانه حمایت از جنبه فمینیستی برداشت و به دریای مدیترانه انداخت. به به به، ببینید چه حرکتی ده با. خب 5 دقیقه از این نمایشنامه میری رو زندگی خانم هدا نورالهدا سلطان. و بعد شخصیت دیگه که جالبه در نمایشنامه هفته آینده زنان جنبش آزادی، برای جنبش آزادی خواهی در دالاس تگزاس برگزار خواهد شد، این خانم یایوری ماتسوی، این فعال حقوق زنان در ژاپنه، این زن ژاپنی که در یک خانواده مسیحی ژاپنی متولد شد و ایشون در واقع در سال 1934 متولد شد و چند سال پیش در سال 2002 فوت کرد. این زن بسیار سابقه جالبی داره و در ژاپن یک کار بسیار مهم کرده. خدمتون میگم خانم یوری ماتسوی در سنین نوجوانی با تعطیل سفرش با جنبه فمینیستی زنان در آمریکا و اروپا آشنا شد. پس از این بود که در سال 1961 به عنوان یک خبرنگار در ژاپن مشغول فعالیت شد. در طی فعالیت های خبرنگاریش با جمعیتی که با زنان زیادی از کشورهای آسیای شرقی خصوصا در کره مالزی و سنگاپور آشنا شده، از اونها پرده برداشت. در همین مسیر بود که او در سال 1976 به سازمانی که برای حقوق از دست رفته این زنان مبارزه میکردند پیوست و در سال 1981 فعالان بسیاری از این زنان رو از نقاط مختلف پیدا کرد و حتی در سنگاپور با تنی چند از اینا ارتباط برقرار کرد. و زمانی که در طول جنگ جهانی دوم
یک بار براتون از زنانی که به عنوان برده هزاران هزاران گاه بالغ بر صد هزار صدها هزار زنان بودن که توسط سربازان ژاپنی و بیگانه مورد تجاوز و برده کشی قرار می گرفتن و گاه در یه حد یک زمان تعداد زیادی سرباز به یک زن تجاوز می کردن و این جنایتی که بر زنان ژاپنی تور جنگ جهانی دوم رفت و اینها خجالت می کشیدن صحبت کنن. این زن که قراره که 5 دقیقه نمایشنامه‌اش یکی از شخصیت های زن ایرانی دلست در نقش او رو ظاهر بشه، از حرکتی که این زن کرد و آشکار کرد برملا کرد، یک زن خبرنگار بود و این جنایت رو بر جهانیان برملا کرد. این روز حتی من در یک خبر شنیدم به دلیل اینکه هنوز تعدادی از این زنها زنده هستند ولی سن بسیار بالایی دارند، اینها رو تونسته ارگانیزیشنی از اینها نوشته بگیره، اینها رو در داخل یک پرونده بذاره و بر اثر به خاطر این جنایات کسانی که مسبب این جنایات بودن تنبیه قانونی بشن، هرچند که زمان گذشته و اونها یا از بین رفتن یا ناتوان شدن، ولی به هر حال منبع و مأخذ و ارگانیزیشن و سازمانی باید مسئول باشه برای اینکه این اتفاقات نیفته. پس این خانومم که علیه بردگی جنسی، خانوم یایوری ماتسوی ژاپنی، یکی از شخصیت های نمایشنامه خواهد. شخصیت دیگر که خواهد بود، میدونید که خواهران میرابل در جمهوری دومینیکن 4 خواهر بودن. 3 خواهر وقتی که میرفتن همسراشون رو که در سال 1960 در واقع 61 حالا فرق نمی کنه سالش این بود 60 بود در سال بعد 25 نوامبر 1960، اینها میرفتن که همسرانشون خواهران میرابل در اینها بر با دیکتاتوری نظامی رافائل تروخیو که شوهرانشون به زندان انداخته بود و خود اونا فعال سیاسی بودن، 4 خواهر این 3 خواهر میرفتن بدیدن و اینها رو میکشن، در را ماشینشون رو پرت میکنن، تکه تکه میشن اینها و بعد اینها رو به قبر میرسونن و بعد به خاطر اینکه این جریان خواهر 4 که زنده بود نه با اینها نبود، این بود این ماجرا رو دنبال میکنه، خونه اینها الان این 3 خواهر الان تبدیل به موزه شده و همین باعث شد که یک جنبش عجیب و غریبی در جمهوری دومینیکن به وجود بیاد. جالبه که خود آقای دیکتاتور رافائل تروخیو بعدا به سودی بعد از این ماجرا ترور شد توسط مخالفان و این روز خشونت، بله این 1999 روز صلح جهانی که بهتون گفتم در طرف سازمان ملل از سال 1991، ولی این در سال 1999 توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب شده و ما 25 هر نوامبر می‌بینیم که این روز در جهان برقرار میشه به زنان مختلف در جهان. فقط 8 مارس روز صلح برابری حقوق جهانی، ولی می‌بینیم در این روز هم در جهان حرکت‌هایی هست علیه خشونت علیه زنان که می‌بینیم به واقع هست، بسیار هست. اسید پاشی در ایران که من این روز فرصت نمی‌کنم اینها رو بهش بپردازم همه رو. و این 3 خواهر خواهران میرابال مشهور شدن، فیلم بر روی اینها ساخته شد، کتاب نوشته شد و اینها این 3 خواهر بسیار مشهور هستند و در واقع خواهر 4 که زنده هست میاد و از زبان اینها اون 5 دقیقه نمایشنامه رو اجرا میکنه. یک شخصیت دیگر که در این نمایشنامه خواهد بود، یک زن سیاه پوست امریکایی به نام هری تابمنه و این زن مبارز علیه بردگاری. میدونی که بردگاری در امریکا چه میکرد؟ شمال امریکا آزاد شده بود ولی در جنوب هنوز بردگاری میکردن، برده فروشی میکردن و اینها برای اینکه زنان در واقع برای اینکه رهایی پیدا کنن سعی میکردن هر گونه شده
فرار کنن به آمریکای شمالی، به قسمت آمریکا، قسمت آمریکا بودن، به شمال آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی که میشه کشورهای اسپانیک زبان، ولی که به شمال آمریکا آزاد شده بعد داری، اما در جنوب هنوز بود. و این زن، این خانم هریت تابمن، یکی از موفق ترین رهبران سازمان راهن سراسری بود و ایشون در واقع در سال 1820 اوایل قرن 19 بود و عمر طولانی هم داشت، در سال 1913 وفات کردن و ایشون کمک میکرد سازمان راهن سری و سازمان راهن سراسری به بردگان سیاه‌پوست کمک میکرد که به ایالات شمالی امریکا برن که در اونجا بردگاری منسوخ شده بود. و بعد ایشون در ایالت مریلند در یک خانواده برده به دنیا آمد، خانم هریت تابمن، و پدر و مادرش به هر حال دست و پا بسته از افریقا به امریکا آورده شدن. میدونید که هزار میلیون ها نفر افریقایی از افریقا توسط بردگاران امریکا میرفتن و اینها به کشتی بسته میشدن. اینها گاه میشه چگونه اینها رو داخل کنسرو میذارن، ماهی ها رو میبستن به قایق، زیر قایق، روی قایق، و هزاران در دل اقیانوس غرق شدن، مردن، خفه شدن در اثر سرما، در اثر بی‌غذایی، در اثر خشونت بردگاران. و این قضیه بردگاری در امریکا و این حرکت های جنبش های اجتماعی که انجام شد، دست کم نگیرید در یک همچین سیستمی که اگر درده حتی صابون میخواست برای اینکه تنش بشوره مورد شلاق قرار میگیره، یک همچین زنی در اون دنیا در اون زمان بتونی صدها برده رو فراری بده. این خیلی، این زن بسیار شجاع هست. و 5 دقیقه در این نمایشنامه خانم هریت تابمن خواهد بود حرکتهاش. ایشون جالبه که میگن از سن 5 سالگی به کار بردگی گماشته شد. خودش برده بوده، پدر و مادرش برده بودن، جد و آبادش برده بودن. در سن 24 سالگی هم با این مرد سیاه‌پوست ازدواج کرد، احتمالا ایشون هم برده بوده. در سن 29 سالگی از محل خودش سکونتش به فیلادلفیا فرار کرد. در این گریز برای اینکه اسیر نشه شبها از کوره راه‌ها عبور میکرد. پس از مدتی برای نجات خانواده خود به زادگاهش برگشت. سختم که نمون سیاه بود، نمیتونست مثلا کلاویش بذاره، چادر سرش کنه، صورتی سیاه بود، سیاه پوست رو همه جا میشناختن و در راه میگرفتن. و یا برای دستگیری این زن، چون فهمیده بودن برده دارن که این بانو هریت تابمن داره فراری میده برده ها رو، یک جایزه بزرگم برای سرش گذاشته دیدن و بیش از 300 برده رو میگن نجات داد از دست بردهداران از ایالات جنوبی و فرستاد به ایالات شمالی. و ایشون در سال 1861 بعد از شروع جنگ داخلی امریکا، خانم هریت به عنوان پرستار و آشپز و بعد به عنوان دیدبان و پیشاهنگ مسلح در ارتش متحد شمال خدمت میکرد. بعد از مدتی به عنوان اولین زن فرمانده یک عملیات نظامی رو بر عهده گرفت که منجر به آزادی 700 برده گردید. وی پس از جنگ ضمن نگهداری از خانواده خود در جنبش مبارزه برای حقوق زنان فعالیت کرد. خب ببینید این جریان بسیار جالب هست که این شخصیت ها در قالب امیر جان میتونیم برگردیم به استودیو، این شخصیت ها در قالب یک نمایشنامه بدی 20 دقیقه‌ای، من حالا بیشتر از 20 دقیقه شد اینا خوندم، ببینید چقدر این زنان در دالاس این 18-19 بانو فعالیت کردن، تمرین کردن که کل این 5 زن عمده رو، 3 نفر از خارج از کشور، یکی از ژاپن، یکی از امریکا، که از مصر و دو دیگر از ایران، این فعالان حقوق بشر که تاثیر بسیاری در جنبش زنان گذاشتن، در 20 دقیقه این نمایشنامه رو بخوان به روی صحنه بیارن. و در ضمن شیرین بدیع عزیزم که از فعالان این جنبش و تمام این اطلاعات رو برای من تهیه کرد، گفت که ما این برنامه هفته آینده رو تقدیم میکنیم به تمام زنان مبارز در ایران که فعالیت کردن،
سالهاست کوشش میکنن زیر این نظام بسیار سختی، نظام گشتاکویی در واقع، و شکنجه شدن، کشته شدن، در زندان هستن، ستم دیدن و دستشون کوتاهه، و این برنامه رو تقدیم میکنم به اونها و به من هم قول دادن که بعد از اینکه این نمایشنامه اجرا شد نسخهشو در اختیار من بذارن، من حتما در یکی از برنامه های رو در رو با کمال امید این رو پخش خواهم کرد و بعد توضیحات جانبی هم خواهم داد. بیشتر در این چند دقیقه آخر انجمن زنان ایرانی مقام دلاس میتونید الان فلایرشون رو نشون بدید که اینها هفته آینده در دلاس تگزاس این برنامه رو خواهم گذاشت. میتونید امیر عزیزم اینها رو نشون بدید؟ بله، یه برنامه متوافقه خدمتتون هستش. در روز 6 مارس مراسمی با تلاش و همکاری مشارکت افتخاری تعدادی چند از زنان فعال اجتماعی سیاسی ایران و نیز غیر ایرانی در سطح شهر تدارک دیده شده و از عموم افراد و خانواده ها دعوت میکنند که شرکت کنند. این برنامه در 105مین سال روز جهانی زن همون 8 مارس که همزمان در سراسر مراسمی که در سراسر جهان به طور فراگیر برگزار میشه و در دالاس تگزاس یک شنبه 6 مارس 2016 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در محل دابل تری هتل و معرفی خواهد شد. آدرس دابل تری هتل هم خدمتون هستش در فلایر. یک تلفنی هم هست خدمتون میخونم، دابل تری هتل هستش در 1981 نورت سنترال اکسپرس وی ریچاردسون تگزاس 7580. یک تلفن اطلاعی هم هست در اینجا 214-336-2340 مختصر از این برنامه 8 مارس و اینکه در دالاس تگزاس هم. مرسی امیر جان، میتونیم برگردیم به استودیو که هفته آینده زنان بانوان عزیز و ارجمند این برنامه رو اجرا خواهند کرد. سخن این جالبی خواهند داشت، خدمت معرفی کردیم، موسیقی جالبی خواهند داشت و بعد برنامه های دیگری هم، چون این نمایشنامه 20 دقیقه خواهد بود و بعد آلبوم عکس دارن، یک آرشیو عکس که نشان خواهند داد بر پرده. حالا این مسلماً از حرکت زنان خواهد بود طول این تاریخ 105 ساله که ثبت شده روز جهانی زن، چون تاریخش خیلی قوی تر از اینه، بیشتر از 150 ساله، ولی خب 105 ساله که ثبت شده. این و خود من هم خیلی مشتاق هستم به این رویداد برم. دست مریضات بانوان عزیز در دالاس تگزاس و من وقتی پرسیدم این ایده بسیار زیبا فکر چه کسی بود، به گفته شد به من که فکر تمام 18-19 خانومی بود که الان اینها با هم گرد همایی دارن و سعی میکنن برای مراسم مختلف بانوان در دالاس تگزاس تدارکی اینگونه ببینن. به هر حال از شما هموطنان از توجهتون سپاس گذارم، از امیر شهبتی کارگردان فنی برنامه تا برنامه دیگر 8 بامداد شنبه. خدای طبیعت نگهدارشون. سپاس گذارم.